خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید. من برای مخاطبانی که تازه به ما پیوستن توضیح بدم که گروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی مجموع گفتگوهایی رو با اساتید علوم سیاسی تدارک دیده که موضوعاتشون عموما تجربه زیسته اساتید هست، برای اینکه به نوعی شروع کنیم یک پروژه تاریخ شفاهی علوم سیاسی در ایران رو. این گفتگوها همشون ضبط میشن، ویدیوهاشون اینجا قرار میگیره، تلاش میکنیم که همشون رو پیاده بکنیم و با یک فاصله زمانی خوبی اگر از کرونا نجات پیدا کردیم برنامه خوبی رو براش تدارک ببینیم. گفتگوها رو تبدیل به کتاب خواهیم کرد، تلاش میکنیم که از اساتید عکسهای دوره دانشجوییشون، عکسهای کلاسهای دست جمعیشون رو جمع میکنیم و بتونیم یک کار خوبی رو در این مورد انجام بدیم. خیلی خوشحالم که این گفتگوها را با آقای دکتر مقصودی شروع میکنیم، از اساتید فعالی که در همه انجمنها و تشکلهای مرتبط با علوم سیاسی و روابط بین الملل در طول این سالها نقش داشتن و خیلی از این بابت خانواده علوم سیاسی مدیون آقای دکتر مقصودی هست. برای دوستانی که چارچوب گفتگوهای ما رو نمیدونن، از اونجا که گفتگو گپ و گفت هست به اصطلاح و به نوعی گفتیم تجربه زیسته و خاطرات اساتید هست، ما کامنت ها رو نمیبندیم، مثل مباحث به اصطلاح علمی ارائه به اون شکل نداریم، بلکه حدودا یک ساعت با آقای دکتر گفتگو میکنیم. نیم ساعتش من و آدیتور هستیم، نیم ساعتش حالا یه رو 20 دقیقش هم سوالاتی که دوستان در کامنت ها می نویسن. خب آدیتور، اجازه بدید شروع کنیم از دوران کودکی شما. اگه دوست داشتید بهمون بگید متولد چه سالی هستید و یه خورده از فضای خانوادهتون برای ما تعریف کنید. به هر حال کسانی که میان طرف علوم انسانی، علوم سیاسی، ادبیات و غیره تا اندازه از خانواده هاشون یا دوستانشون تاثیر میپذیرفتن. یه خورده در مورد این صحبت کنید برامون. خب مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان، دوستان گرامی و حضرت عالی و مجموعه خانه اندیشمندان به ویژه دکتر قاسمی که این فرصت رو به ما داد. همچنان که فرمودید کار بسیار مختنمی هست از باب بالاخره تنظیم تاریخ شفاهی. البته شاید شروعش با من خیلی خوب نبود، خب قطعا خیلی اساتید بهتر، صاحب نامدارتر و تاثیرگذارتر بوده و هستن، ولی در این حال از باب انجام وظیفه من در خدمتتون هستم. من یه بیوگرافی از خودم میگم، شاید برای اولین بار دارم، یعنی خیلی از مطالبی که من در اینجا میگم شاید تقریبا نگفتم، شاید خیلیش به صورت جست و گریخته یه جایی گفته باشم، ولی من حیث المجموع این پکیج در واقع برای اولین باره و برای خود من هم جالب هستش. من متولد اوایل دهه 1340 هجری خورشیدی هستم. واقعیت اینه که یکی از دلایلی که من خیلی روی تولدم تاکید ندارم، من دو تا شناسنامه داشتم. پدرم من برای اینکه من رو زودتر مدرسه بفرسته شناسنامه منو جابجا کرد. نجاتن باز برای اینکه اون زمان برای اینکه دور از دسترس ژاندارمری و سربازی باشیم، محل صدور رو هم از جای دیگه گرفت. نجاتن حالا به صورت رسمی من متولد 30 شهریور 1342 هستم، ولی در اصل متولد 28 مرداد 1341. البته باز یکی دو بار جابجا شد ولی درستش همینه. الان من 30 شهریور 1342 ولی متولد 28 بهمن 1341 هستم در اصلش. واقعیت اینه که منو تو خونه خیلی از دوستان نزدیک من رو مرتضا صدا میکنن، نه مجتبا. مجتبا شاید اگر مثلا حتی به یه مقدار دوستان قدیمی تر به بستگان ما بگن، یه مقدار مجتبا رو خیلی به جا نیارن. من توی محیط دانشگاهی و تحصیلی بیشتر مجتبا شناختم، ولی خیلی من رو با نام مرتضا صدا میکنن. متولد قائم شهر هستم، شاهی سابق در استان مازندران. خب مستعذرید که خب شاهی محصول اقدامات رضا شاه بود که کارخونه های نساجی، گونه بافی و راهن تهران شمال از این مسیر عبور میکرد و شهر مهاجر پذیریه، یعنی به لحاظ تنوع جمعیتی فرهنگی از آذری، سمنانی، جاهای مختلف اومدن این شهر رو ساختن. در واقع این شهر از دوره رضا شاه، نام قبلیش بنای علی آباد بود، روستایی بود که بعد تبدیل به شهر شد. و خب شهر بسیار متنوع و متکثر است به لحاظ هویتی و تنوع جمعیتی. پدر مادر من شهمیرزادی هستند، استان سمنان. البته استان سمنان هم قبلا جزء استان مازندران بود، بعدها فرمانداری کل شد. و خب حدودا پدر و مادر من حدود 65 سال قبل 70 سال قبل به شاهی مهاجرت کردند، چون در واقع شهمیرزاد به لحاظ سردی هوا در زمستان‌ها و
شاید 6 ماه 7 ماه 8 ماه در گذشته قابل زندگی نبود. با اینکه بسیار خوش آب و هوا هست، یعنی من اگر دوستان مازندرانی و شمالی من ناراحت نشم، من شهمیزاد رو آب و هواش رو خب مخصوصا حتی تو تابستونش دریا رو ترجیح نمیدم، اونجا میرم. الانش هم خب خیلی راحت تره، با 3 ساعت راه توی اتوبان جاده مشهد خراسان از اون مسیر سمنان، خب خیلی راحت ترم تا مسیر جاده حراز و فیروزکوه و احتمالاً شلوغی جاده و راه، خب خیلی مشکله. ولی به هر ترتیب شهمیرزادی هم خیلی مهاجر هستن، خیلی در تهران، در آمریکا، در جاهای مختلف، و به لحاظ تمکن مالی و سطح تحصیلات نسبتاً بالا هستن. البته من نباید بگم، با دوستانی که در شهر و جاهای مختلف هستن بگم، و بعد خب رفتن در جایی که امکان کسب و کار باشه، زندگی باشه. من پدرم بازاری بودش، یعنی کسب و کارش بازار بود، تو قائم شهر، تو شهرمون، تو مرکز شهر مغازه‌ای داشت، تو خیابون تهران معروفه. قائم شهرمون 3 تا خیابون اصلی از قدیم داشت، خیابون تهران، ساری و بابل که به 3 تا مسیر می‌رفت. خیابون تهران خب مغازه‌ای داشت، هاروار فروشی داشتش و خب بازاری شهر بود، بازاری صاحب نامی بودش. و خب من هنوز یادم نمیره مثلا حاج آقا دریانی پسراش مثلا چای صداقت یا چهارراه گلو بندک، اینجایی که خود منم گهگاهی با پدرم میومدم، یه دستی هم من تو بازار با پدرم داشتم. خیلی پدرم علاقمند بود که من تو بازار باشم، هم پول و سرمایه شو به هم بده و هم اعتبارش رو. حقیقتش به دلایلی حاضر شدم از صفر شروع کنم، ولی جدای از بازار، حالا شاید حالا یه وقتی هم برگشتیم، چون از علوم سیاسی شاید طرفی نبندیم. بعدی بخوام بگم به لحاظ پایگاه طبقاتی اجتماعی از طبقه متوسط جامعه هستیم. من فرزند چهارم خانواده‌ام، بعد از 3 تا خواهر، 3 تا دختر من به دنیا آمدم. خب در اون زمان هم پسر خیلی مهم بود، حالا ملاحظات جنسیتی را ولی برایش خیلی مهم بود که پسر. نفر چهارم بودم، بعد هم 2 تا دیگه، یه خواهر و یه برادر، که برادر من هم خب احتمالاً شاید دوستان بشناسن، مهران مقصودی، در واقع استاد دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا و ژئومورفولوژی معروفن. برخلاف رایج توی این مملکت که همه دوست دارن که اصل نسبشون، خاندانشون رو به مذهبی بودن برسونن، من برعکس میگم نه. پدرم اصلا مذهبی نبود و به روحانیت نگاه مثبتی نداشت. برعکس مادرم به لحاظ سنتی مذهبی بود، نماز روزش قطع نمیشد. کلا به لحاظ خانوادگی یه رویکرد انتقادی توی خانوادم، به ویژه خانواده مادریم، وجود داشت نسبت به سیاست. دایی‌هام، دایی بزرگم، دایی هم کلن آدم های سیاسی بودن، از دهه 20-30-40 اینها بودن دیگه، فعالیت داشتن. و بعد من تو قائم شهری بودم که قائم شهر شهر سیاسی بود، شاهی. بعد از انقلاب دوستان بهتر مستحضر هستن، شهری که عناصر چپش، عناصر راستش، میانش، درگیری هاش، سنگربندی هاش، خلاصه من همین که جون سالم به در بردم در واقع بایستی خودش را کنم. من مدارس ابتدایی، من مدرسه دولتی شاپور شروع کردم، یکی 2 سال بعد از سال سوم مدرسه ملی فقر، در واقع همین مدارس غیر انتفاعی فعلی هستش، اونجا 3 سالی درس خوندم، راهنمایی تو مدرسه، راهنمایی دارایی بودم 3 سال، در واقع پشت راهن در خیابان تهران. و بعد دبیرستان رو هم یکی 2 مدرسه عوض کردم، ولی نهایتا مدرسه دبیرستان سعید نفیسی درس خوندم. من 2 تا دیپلم دارم، یعنی دیپلمم سال 57 ببخشید 58 59 در همین سعید نفیسی فرهنگ و ادب گرفتم، و در به صورت متورقه اقتصاد رو هم من بعداً در واقع دریافت کردم. من خب متأهل هستم با 2 تا فرزند، 2 تا پسر، پوریا و پارسا، که پسر بزرگترم ارشد عمران ژئوتکنیک و پسر دوم کوچکترم در آستانه دیپلم و المپیادی هستش. من همسر منم آذری هستش، بعد هم به نوعی همشهری آقایون دکتر سایی و افتخاری هستن، در واقع به نوعی آشنایی هایم در واقع به لحاظ خانوادگی با من دارن. این در حد ملاحظات در واقع شخصی من که خدمتتون گفتم. خیلی ممنونم، ماشاءالله خیلی جامع و کامل بود، من نصف سوالام خط زدم. یه نکته‌ای که به مورد بعضی از اساتید خیلی جالبه اینه که معمولا در دوران کودکی یا نوجوانیشون، حالا به خصوص در همون دهه‌هایی هم که شما زندگی می‌کردین، کتابی دیدن که خیلی واسهشون تاثیرگذار بوده، یا مثلا مجله خاصی می‌خوندن، روزنامه خاصی می‌خوندن. شما داشتید همچین چیزی رو در دوره نوجوانی یا جوانی؟
میگوید اون زمان روزنامه کیهان و اطلاعات اگر اشتباه نکنم شاید 5 ریال اگر اشتباه نکنم شاید ارزون تر، حالا حضور ذهن ندارم، معمولا آبونه بودن افراد می اومدن ما می خوندیم. ولی اگر بخوایم به سالهای منتهی انقلاب برگردیم، شاید مثلا آثار جلال آل احمد، آثار دکتر علی شریعتی و ادبیات روس بسیار تاثیرگذار بودش. و بعد زمینی که من باز تکرار میکنم، پدرم و خانوادهمون سیاسی بودن، یعنی در واقع اون سواد سیاسی رو داشتن، تشخیص رو داشتن، خب اینکه احتیاطات لازم رو میکردن. معمولا مثلا پدرم میگه امروز یکی اومد این امنیتیه یا مثلا چنین چنین، یعنی در تشخیص میدادن، ولی در این حال احتیاط لازم رو هم میکردن. یعنی حتی در آستانه انقلاب، خب ما هم شروع حال جوانی داشتیم، پدرهای ما انذار میدادن، گفتن آقا ما تجربه دهه 30 رو داریم، خلاصه نکنید این کار رو، خلاصه بعداً پشیمون میشید. نجاتا میگم با همین آثار، حالا در ادامه من شاید به آثار دیگری اشاره کنم که در سالها و سالهای بعد مطالعه کردم. خب بعد شما چه سالی کنکور دادید که بیاید علوم سیاسی بخونید در حقیقت؟ یعنی لیسانستون هم علوم سیاسی بود؟ من 58-59 فرهنگ ادب دریافت کردم. 59-60 58-59 فرهنگ ادب، 59-60 رشته اقتصاد. من اواخر سال 60 رفتم سربازی چون انقلاب فرهنگی شده بود. دانشگاه عملا تعطیل شده بود. من 60 سربازی رفتم. دیما اواخر دیما 62 برگشتم. سربازی هم تمام شد. انقلاب فرهنگی هم تقریبا به نیمهش رسید. دانشگاه بازگشایی شد که من سال بعد سال 63 وارد دانشگاه تهران شدم. ترم دو ورودی اون سال ترم دو وارد دانشگاه شدیم. ترم دو سال 63 قبل از ما ورودی های سال 62 هستن که من اون زمان سربازی بودم. در واقع بعد از انقلاب فرهنگی 62 یا اولین سری هستن. سری دوم 63 ها ترم دو وارد دانشگاه شدیم. من دانشگاه تهران، دانشگاه حقوق علوم سیاسی وارد بعد شدم. اولویت انتخاب رشتتون علوم سیاسی بود؟ اولویت اولم علوم سیاسی بود. رتبه 74 آورده بودم. من اون زمان دو تا دانشگاه پذیرش داشت علوم سیاسی رو، یکی دانشگاه شهید بهشتی بود، یکی دانشگاه تهران. من انتخاب اولم علوم سیاسی تهران بود، انتخاب دومم علوم سیاسی شهید بهشتی و بعد رشته‌های دیگه مثلا حقوق، مدیریت، مجموعه علوم انسانی رو من زدم. و خوشبختانه با اینکه کتاب‌ها کاملا عوض شد بعد از انقلاب و من سربازی هم برگشتم، فرصت شد یکی دو ماهی هم بیشتر نداشتم، خوب بود. یعنی خودم هم تصوری نداشتم که، چون بعد از کنکور که اومدم دیدم دوستان میگه ما همه رو زدیم، ولی من اومدم دیدم مثلا من چیزی بود مثلا 60-70 تا رو نزدم. خب منطقا تصورم نگو که اونایی که زده بودن، خب این ملاحظاتشون دقیق نبود، ارزشیشون دقیق نبود. بعد شما اون سالی که وارد شدید اساتید کیا بودن در دانشکده؟ اساتیدی که قبل از همه ابتدا بگم که اون چیزی که تحت عنوان اساتید برشمرده میشه، واقعیت اینه که وضعیت فرق میکنه. هم دانشجو رو باید یه تعریف دیگه کرد از دانشجویان قبلی و دانشجویان فعلی. یعنی شاید الان به مفهوم دقیق کلمه دانشجو که فقط قصد و غرضش دانش آموختن باشه و در یک دوره مثلا 4 ساله در خوابگاه باشه، دغدغه جامعه رو داشته باشه، ملاحظه درس خوندن داشته باشه، روح حساسی داشته باشه، اینها شد الان متفاوت میشه. ولی اون زمان استادان خیلی مرجعیت داشتن، الگو بودن، برای من نقش دورانسازی داشتن در شکل‌دهی، در جهت‌دهی فکری گرایشاتمون، در الگوی زیست علمیمون به شدت مؤثر بودن. من اگر بخوام بر بشمارم، خب من از شاگردان مرحوم دکتر جواد شیخ الاسلامی هستم، مرحوم شیخ، دکتر شیخ. خب من خیلی از درس ها رو باهاش گذروندم، شاید بیشترین درس رو باهاش گذروندم، شاید به جهت اینکه من هم تعلق خاطر داشتم به تاریخ ایران، به مسائل ایران. خب برای من، خب من با عباس میلانی درس انقلاب روسیه رو گذروندم، با دکتر هوشنگ مقتدر روابط بین الملل رو، با عبدالحمید ابوالهم و همچنین بشیری، اون زمان دکتر حسین بشیری، درس مبانی علم سیاست رو با دکتر محمد رضوی، اندیشه سیاسی رو، دکتر سایی، جهان سوم و ماهیت امپریالیسم، دکتر قاسم افتخاری، روش،
دکتر بهزاد شاهنده انقلاب چین رو گذروندم. تو مقطع ارشد هم من با دکتر سید علی اصغر کاظمی، دکتر قوام و ازغندی افتخار شاگردی و دانشجویی داشتم. ولی اگه بخوام به لحاظ سکنات، رفتار و گفتار بخوام الگوهای خودم رو نام ببرم، مرحوم دکتر شیخ الاسلام. شاید به همین علت من تو مسائل تاریخ ایران، مسائل از منظر اجتماعی بیشتر جامعه شناسی تاریخی ورود دارم، و البته حمایت‌ها و تشویق‌ها و ترغیب‌های آقای دکتر سایی رو من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. حالا اگر لازم شد من تو خاطرات خودم خواهم بود. و البته بزرگمنشی، بزرگطبعی، اون اصالت، هویت دکتر باوند که به نوعی یه نسبت در واقع ارتباطی با بلاز خانوادگی با پدرهای ما داشت، چون به نوعی ما ابتدا در یه مقطع هم از منطقه سوادکو در منطقه سوادکو بودم، در واقع این افتخار رو داشتم و دارم که همچنان تلمذ میکنم از منظر آقای دکتر باوند، از بزرگ بلند طبعی و بزرگ منشی، و آقای دکتر شاهنده اون اخلاق و طبع و منش بسیار چه میدونم دانشجو پرورش، اینها برای من الگوهایی بودن که خب هیچ وقت برای من فراموش نمیشه. من معمولا وقتی با اساتید صحبت میکنم عموما همه میگن که دوره طلایی دانشکده دهه 60 بوده و میگن بهترین اساتید دوره بودن، ولی یه نکته دیگه هم که میگن، میگن که فضای سیاسی و فضای دانشکده بسیار بسته بود. شما اگه مثلا یه خورده شور جوانی داشتی باید میرفتی انجمن اسلامی جواب پس میدادی و خیلی اصلا اذیت میکردن و اساتید خیلی فضا برای درس دادن نداشتن و خیلی درگیری های فکری و ذهنی و اینا، درگیری های ایدئولوژیک خیلی زیاد. یه خورده از فضای اون سالها به خصوص دوره لیسانستون برامون بگید. چشم، نگو کنید ابتداعا اون محیط دانشگاه تهران، نگو کنید الان دانشگاه های ما خیلی محیط کوچیکی شد، اتاقهای کوچیک، فضاهای کوچیک، مثل یک مجموعه آپارتمانی شد. شما وقتی وارد دانشگاه تهران اون سرسراش میشید، اون عظمت دانشگاه، اون به نظر من خودش برای من شهرستانی که از یه شهر آمدم و بعد هم در بهترین حالت مدارس دبیرستانهایی بودم به یک وسعت محدود، برای من بسیار مهم بود عظمت محیط دانشگاه تهران، به ویژه دانشگاه حقوق و علوم سیاسیش، اون سرسره‌هاش، اون راهروش، اون مثلا طبقه دومش، ایستادن‌ها. میخوام بگم این یه نکته در مورد مرجع اساتید و الگوی زیست علمی که من خدمتتون گفتم، ولی در این حال سلامت علمی اخلاقی اساتید رو باید گوشزد. هر کدوم از اینا که من نام بردم به لحاظ سلامت علمی اخلاقی در واقع زبانزد بودند و هستند و دارن و همچنان الگون. البته خب این مقدار بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها شرایط رو به گونه‌ای کرد که در واقع هممون رو در واقع یه مقدار دور ساخت از اون فضا. در واقع در اون مقطع درس و نمره هدف نبود، یه نگاه آرمانی وجود داشت. و در این حال با شما موافقم، یک فشار سنگینی در دانشگاه و خوابگاه وجود داشت، مخصوصا برای ما که در دوران جبهه و جنگ بودیم. سال 63 من تا تقریبا 3 سال و نیم تمام کردم، تقریبا تا 67 که اونجا بودم. خب فضای جبهه و جنگ فراموش نشدنی بود. واقعیت اینه که خیالت راحت کنم آقای کلهرودی عزیز، من نه در انجمن اسلامی بودم نه در جهاد دانشگاه. یکی از دلایلی که من در فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه آزاد شرکت کردم، الله به شهادت آقای دکتر سایی میتونید سوال کنید، ایشون خیلی تشویق کرد، حتی کارت ورود برای فوق لیسانس رو هم دریافت کردم، نرفتم. چون در اون زمان امتیاز برای ورود به دانشگاه این شرایطی بود، یه امتیازی باید شما علمی می آوردی، یک امتیازی به لحاظ در واقع گزینشی. من فکر نمی کنم من نمره به لحاظ گزینش می آوردم، حتی اگر سرشکنم می شد مثلا ما اصلا اول مسیرمون رو کج کردیم نرفتم. مثلا این اگر چه من قطعا اگر شاید در دانشگاه دولتی بودم فضا خیلی برای من بازتر بود، چون واقعیت اینه که شما شاهد و خیلی شاهدن، من ادعا نمی کنم، ولی چند برابر دوستانمون واقعا من در واقع در حال کار و تلاش هستم. با شما موافقم، خیلی ها پلکان ترقی رو از طریق همین انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی طی کردن. دوستان ما ناراحت نشن، ناراحت نشن، من عذر میخوام، ولی واقعیت اینه که من مقصود رو همین ریشه ستید. البته الان یه فرصت کرونایی پدید اومد، یه مدت تغییر دکوراسیون دادم، ولی واقعیت اینه که من همیشه ریشه ستیقه بودم از دوره لیسانسم تا به امروز. یعنی میخوام بگم خب این یه نکته بود در زمانی که در واقع محسنات به چشم می آمد، دیده می شد، ارزش گذاری می شد. من از خاطرات خودم بگم، چون پرسید خاطرات، یک بار ما در حال تمیز کردن خوابگاه اتاقمون در
خوابگاه امیرآباد دانشگاه تهران بودیم، در حال تمیز کردن بودیم. من به اسمم میگم که دقیقاً فکت میدم خدمتتون، ما در حال تمیز کردن، صدای این آهنگ اندک اندک جمع مستان میرسد. تازه یکی دو سال بودیم در واقع شالیه آواز ایران شهرام ناظری میخوند، ما پخش کردیم. دیدم آقای فیروز اصلانی، آقای دکتر فیروز اصلانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، اون زمان انجمن اسلامی بود و بروبیایی داشت و الان هم البته داره، اومد به ما اخطار داد که خلاص، البته خیلی دوستانه لطف کرد که این آهنگ از اتاقتون پخش میشه. یعنی حالا از خوش حادثه بغل اتاق ما بود، یعنی بردتی خب خیلی باید ملاحظه میداشتیم و بردتی به ما تذکر داد، خلاص ما صدا رو کم کردیم. این تازه طبیعی بود. باز تو همین فضا در واقع روابط بسیار بسته و حتی غیر دوستانه در مناسبات خانم‌ها و آقایان، یعنی حتی باید اخ میکردیم، حتی باید مسیر رو کج میکردیم که مبادا کسی، البته من مزید اطلاعاتون های کلر رو دیم هم خصوصی بگم، دوستان انجمن اسلامی و جهاد خیلی مشکلی نداشتن. در چارچوب هم ملاحظات انجمنی خیلیشون بعدن ازدواج کردن با همون خواهران جهاد و انجمن. حالا اگه خواستید بعدن لیستشون رو بعدن میتونم خدمتتون بدم، ولی برای ما که ریش ستیقی بودیم ممنوعه بود، جزء حوزه‌ای ممنوعه بود. نشدن منم واقعیت اینه که خیلی قیافه بچگونه‌ای داشتم، یعنی تازه از محیط دبیرستان و سربازی اومده بودم، خیلی قیافه خیلی بچگونه و خب اصلا ما این تو این ملاحظه فضا هم فضای بسیار سیاسی بود، اصلا این ملاحظات نبود، یعنی الان رو قیاس نکنید با اون زمان. نشدن نه بسیار با همون که میفرمایید در واقع فضای سیاسی خب در دوره جپ و جنگ بود دیگه، یه مقدار هم نمیخوام طبیعی سازی کنم، بردتی اون دوران شاید محدودیت خودش داد از جانب آره محدودیت های خودش. بعد آیتون اون دوره همکلاسیاتون کیا بودن؟ شما با کیا همکلاس بودید؟ شما بفرمایید با کیا همکلاس نبودن. یه کنید ما در واقع مجموعه دهه 60 هستیم. دهه 60 ها شاید مخصوصا در سالهای اول دهه 60، البته دوستانی که سالهای بعد هستن زیاد خورده بر من نگیرن، دوستان سال 62 63 رو من فقط لیست کنم خدمتتون، یه لیست بلند بالایی است، فقط بعضی از اینها اپوزیسیونن، بعضی از اینها اپوزیسیونن، بعضی از اینها اصولگرا هستن، بعضی از اینها چه میدونم. خلاصه شما میتونیم از علیرضا رجایی، بله دکتر علیرضا رجایی بگم، تا دکتر علیرضا نامور حقیقی، دکتر کاشی، دکتر دلاوری، دکتر کسرایی، دکتر نادرپور، دکتر علی اصغر رمضانپور، مجید صیادی، دکتر سلیمی، دکتر زیدآبادی، دکتر محسن خلیلی، دکتر سعید گازرانی، استاد محمد علی علومی، کیومرز اشتریان، محمود صدری، فیروز اصلانی، موسی نجفی و رضا میرطاهر. همه اینا تو یه دوره بودین؟ من باز مزید اطلاعاتون بگم، البته احتمالا سوال خواهید کرد، من تقریبا در 5 سال قبل وقتی که تلگرام راه اندازی شد من همه اینا رو جمع کردم. ما الان یک گروه 100 نفره از همکلاسی های دهه 60 دانشگاه تهران داریم، تمام حدود 100 نفر، تقریبا بخش زیادی از همین ها هم عضو هستن، یه تعداد هم حالا بعضیشون خارج هستن، بعضیشون توی آمریکا، کانادا، اتریش، جای مختلف هستن، از استرالیا، همه توی این کانال تلگرامی عضوند و خیلی هم الان سعی کردیم دهه 60 رو فراموش کنیم. بعضی ها هم در ابتدای مباحثشون مطرح کردن که خلاصه در دهه 60 چه شرایطی بود، خلاصه چه بلایی سر ما آوردید، ولی الان در واقع به صورت مسالمت آمیز فراموش نکردیم ولی گذشت. آره اتفاقا من با آقای دکتر کاشی یه بار صحبت میکردم، ایشون میگفتن که ما اون دوره جمع میشدیم تو دانشکده طوفان به پا میکردیم، یا مثلا آقای دکتر فیرایی میگفتن که من از قم به بچه‌ها زنگ می‌زدم، چون تو راه بودم میومدن تهران رو میرفتن حوزه‌ام بودن، میگفتن که زنگ می‌زدن میگفتن که تو رو خدا بدون من نشینید کتاب بخونید، بذارید منم بیام با هم بخونیم، اینقدر از من جلوتر نخونید و اینا. خیلی دوره جالب بود. یا توی همین ارزنامه‌ای که برای آقای طباطبایی ایشون یه یادداشتی نوشتن، گفتن که مثلا کلاسایی که با ایشون داشتیم یا مثلا با آقای فرهنگ رجایی اینا 5-6 ساعت طول میکشید، بعد بچه‌ها توی تابستون شربت میگرفتن میوردن، توی زمستون شیرینی و مثلا چایی بود و اصلا زمان واسه ما مهم نبود، بعضی موقع کلاس 7-8 ساعت میشد. یا آقای دکتر رضوی مثلا یه درسشون مثل اینکه چند ترم در دوره دکتری طول میکشیده، عباس که جزئیات میگفتن. خیلی واقعا با فضای الانی که ما
داریم میبینیم متفاوت بوده. آقای کلهرودی، من یه نکته خدمتتون بگم. دوستانی مثل آقای دکتر معینی، مثل دکتر کاشی، حتی رمضانپور و رجایی، اینها خیلی تعلق خاطر در واقع جز حلقه رضوی بودن. یعنی فکر کنم واژه مناسبیه. حقیقتش من تو اون حلقه نبودم. من بیشتر تعلق خاطرم به شیخ الاسلام بود، به ابوالحمد بود. یعنی در واقع اونها خیلی بحثای نظری خیلی آسمانی، من یه مدل رئالتر بودم. خب حالا یه خورده بیایم جلوتر، برسیم به کارشناسی ارشد شما. حالا میخوام یه سوالی اینجا بپرسم. من یادم هست دکتر بشیریه وقتی اون کتاب احیای علوم سیاسی رو یکی دو سال پیش نوشت، اولش میگفتش که وقتی که قبول کردم برم علوم سیاسی بخونم، تصور میکردم که با علوم سیاسی میتونم دنیا رو عوض کنم و خیلی رشته مثلا خوب و به درد بخوریه. بعد میگم یه خورده از دوره لیسانسم که گذشت دیدم که نه، این یه مجموعه کشکولی هست. یه خورده ما تاریخ میخونیم، یه خورده حقوق میخونیم و متون این شکلی، و خیلی مجموعه منسجمی نیست. شما قبل از اینکه برید وارد دانشگاه بشید و دیگه آخر لیسانس که میخواستید ارشد انتخاب کنید، چه تصوری از علوم سیاسی داشتید؟ من واقعیت اینه که تصور خاصی نداشتم. خیلی واقع بینانه و واقع گرایانه. اون چیزی در بضاعتم بود سعی کردم عمل کنم. یعنی سعی کردم همین نکات وجود داره. یعنی اینکه فرمایشات های دکتر بشیری، خب به هم ریختگی رشته، وضعیتی که بعد از انقلاب فرهنگی فرا پیش اومد و خیلی از موارد دیگه. ولی من حقیقتش چندین دلیل داشت. چون اولا بعضی از دوستانی که خب تو این چارچوب بودن، ملاحظاتی با سیستم داشتن، نگاهی به سیستم داشتن، مخصوصا بعدن دوستانی که در انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی بودن. ولی من به عنوان یک خارج از این مجموعه، من رو باید نگاه کنیم. من به عنوان یک کسی که کار مطالعاتی انجام میداد، کار رئال انجام میداد، جای مختلف کار میکردم، نشتن در حد بذات خودم گاه. یعنی من واقعیت اینه که هیچ ملاحظه خاصی نداشتم. یعنی ملاحظه دوست داشتم تاثیرگذار باشم و این تاثیر رو هم به لحاظ عملی نشون دادم. یعنی بعد در فوق لیسانس خب به خوبی پاس کردم، بعد تو مقطع دکترا هم در مقطع فوق لیسانس و هم در مقطع دکترا گفتم به دلایلی که خدمتتون برشمردم اصلا رفتم آزاد. در هر دو مقطع هم رتبه یک رو داشتم. اینم ضبط شده هستش، یعنی تنها ادعا نیست. بعد هم سعی کردم در حد بذات خودم کار کنم. هر جا بودم خوب کار کردم. هر جا بودم نه از رانتی استفاده کردم، نه وارد جنابندی‌های سیاسی شدم. فقط نکته جنابندی‌های سیاسی در واقع روزمره. من تعلق خاطرم به ایران بود و هست. یعنی فکر کردم اگر گوشه کار، یعنی من خودم رو یک تکنوکرات ایرانگرا میدونم که به من میگن کوی دماوند رو در این ابعاد جابجا کن، میگم خب برای چی؟ اگر ببینم در چارچوب مساله ملی میگنجه و به عظمت و مجد ایران کمک میکنه، قطعا دقیق نخواهم کرد. از همین باب بود که یک نگاه عملگرایانه داشتم. نه در این حال که در کنار درس اومد سعی کردم که در حد و بذات خودم کار کنم. و به همین علتی که من در هر جایی که شروع کردم از بدنه کارشناسی شروع کردم. اینجوری نبود که روز اول بگم مقصودی. در هر جایی که شروع کردم خوب کار کردم، سخت کار کردم، یا پول دریافت نکردم یا کم دریافت کردم، و بعد هم که هر جایی که بودم رشد پیدا کردم. یعنی اون توانمندی خودم رو سعی کردم نشون بدم. حالا بعد رو باید قضاوت و دیگران انجام. پس من خیلی نگاه خاصی نداشتم، خیلی آرمانگرای نبود. یه خورده هم به نظر من ناشی میشه از تربیت شما در خانواده که به هر حال به اصطلاح خودتون گفتید بازاری بودن، تاجر بودن. اونا خیلی همیشه اینجور خانواده نگاه محافظه‌کار و خیلی رئالی هم دارن. نه، یه نکته دیگه هم باید بهتون بگم. نگاهید، من دو تا رویکرد تو خانواده من وجود داشت. من پدرم در این حال که بازاری بود، بازاری محافظه‌کار، در این حال مسائل سیاسی رو متوجه بود، در این حال همیشه به من میگفت که پسرم طبقات پایین رو نگاه کن، چی دارن چی ندارن، تو وضعت خیلی خوبه، تو باید به اونها. برعکس اون مادرم به شدت نخبه‌گرا بود و جاه طلبی های خودش رو داشت، با اینکه مادرم تحصیلات زیادی نداشت، و میگفت تنها مانع ملاحظات جنسیتی همه. ببخشید البته من نباید بگم با عذر از خانم ها، میگفت من حیف کلا سرم نیست. از من یعنی نجیتا همیشه میگفت که نشست و برخاست با نخبه. نجیتا من همیشه نگاهم به طبقات فرودست و در واقع نخبگان بود. از این جهت هم به
پشتم نگاه میکردم که مثل اون دونده که هی نگاه میکنه که عقب نیفته، هم به جلو هم به چشم انداز ها نگاه میکردم، هم در مسیر هم بودم. یعنی هم به همین علتی که من هم با اساتیدم افتخار شاگردی دارم، همیشه خودم رو دانشجوی اونها میدونم، هم با دانشجوام خوب کار میکنم، هم با هم نسلی های خودم. این در واقع آموزه های در واقع پدر و مادر هم. خب آقای تو چه سالی وارد مقطع ارشد شدید؟ بعد کی تموم شد؟ موضوع پایان نامه چی بود؟ استاد راهنما و مشاور و داور، یه خورده از این دورانم بهمون بگید. چشم. من تقریبا فکر میکنم، البته امکان داره یه مدار جابجا، ولی فکر میکنم سال 70 وارد مقطع کارشناسی ارشد شدم. تا 72 مقطع کارشناسی ارشد رو تمام کردم، اگر اشتباه نکنم. آره دیگه 72 کارشناسی ارشد رو تمام کردم. من برخلاف اون تصوری که دارید، من یه سابقه کاری هم دارم، خب خیلی خبر ندارم. من حدود سالهایی رو من در ثبت اسناد و املاک کشور کار کردم به عنوان نماینده ثبت. من پایان نامه کارشناسی ارشدم در مورد اصلاح و بهبود ساختار سازمان ثبت اسناد هستش. عجب. و کار خوبی هم انجام شد. بله. و کار خوبی هم بود. یعنی حتی در اون زمان هم من یک، یعنی به من مسئولیتی دادن مثلا بالفعل در این سیستم. سعی کردم در همون سیستم هم نگاه اصلاحی داشته باشم. و البته خب در اون زمان تلاش ارتباطات نداشتم، در همون زمان هم تلاش کردم که اون کار رو منتشر کنم. در مورد کاداست صحبت کردم، اصلاح اداری. اون زمان کردان معاون اداری مالی سازمان ثبت اسناد بود و آقای زوارعی رئیس سازمان بود، که خلاصه من شاید یه بخش زیادی از همین دوران رو من همیشه مرخصی بودم. یعنی برای تحصیل من بعد برای مدتی انتقال پیدا کردم به ساری و بعد مجددا برگشتم برای مقطع دکترا به تهران. نشستم پس پایان نامه کارشناسی ارشدم، اصلاح و بهبود ساختار حقوقی اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودش. بعد با کدوم استاد بود؟ نگوید من اساتید من به لحاظ روشی، یعنی نگوید تو این بحث اصلا چه تقریبا میخوام بگم که کم ورود داشتم، طبیعی هم بودش. آقای دکتر افتخاری و آقای دکتر طاهری. آقای دکتر طاهری فکر کنم آقای دکتر مرحوم دکتر مقتدر هم مثلا داوریش رو هم داشتن. اینا بودن. خب این مقطع کارشناسی ارشد. دکترا رو مگه لازمه توضیح بدم؟ آره اگه وارد دکترا هم بشیم که کم کم. چه سالی بود؟ نگوید دکترم از سال 73 وارد شدم. 73 وارد شدم تا 78. دورمون تقریبا 5 سال طول کشید. علتش هم مشخصه. علتش این بود که اولین ورودی های دکترا بودیم و دانشگاه تصویری از خروجی نداشت که دانشجو چقدر بایستی بخونه تمام کنه. نجاتا قبل از ما هم دوره قبل از ما یه دوره قبل از ما هم دانشجو وارد شده بودن. کسانی مثل خانم زهرا رهنورد، مرحوم علیرضا سنجابی، دکتر مرتضویان، دکتر موسوی، اینها جز دوره اولیه‌های دکتری واحد علوم تحقیقات بودن که دوره اونها شد مثلا 7-8 سال طول کشیده بود. دوره ما دوره دوم بود که به سرعت تمام کردیم. من جز نفرات اول بودم که صرف 5 سال تمام کردم. ولی ایده رساله دکترا تقریبا از همون سال 73-74 تو ذهنم نقش بست. در ارتباط با مسائل قومی، در ارتباط با اولا خب از نگاهم تو حوزه مسائل ایران بود، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی تاریخی با تاکید بر تاریخ ایران، و بعد هم خب من رفتم تو حوزه مطالعات قومی. مطالعات قومی شد دیگه، الان همه تو حوزه مطالعات قومی هستن. اون زمان فقط تنها کسی که من میتونم بگم کار کرده بود و کتاب داشت آقای دکتر حمید احمدی بود که تازه از کانادا اومده بودن و اون قومیت از افسانه تا واقعیت رو در واقع منتشر کرده بود نشنید. من به جرئت میتونم بگم دومین کتاب، و در اینجا خیلی جرئت میخواد، من میگم جز قوی ترین کتاب ها و موندگار ترین کتاب ها در حوزه مطالعات قومی در سال 78 رساله دکترای من بود که در حوزه مطالعات قومی هنوز هم قابل استفاده است. فقط خب ناشر من نشر نی نبود، ناشری بود که لزوما دغدغه فروش نداشت. دقت میفرمایید؟ یکی دو تا چاپ منتشر شد، ولی اگه مثلا نشر نمی بود خب قطعاً، چون در اون زمان مطالعات بین رشته‌ای رو من مبنای تحلیل خودم قرار دادم. 250 صفحه بحث نظری بود، یعنی بحث مطالعات بین رشته‌ای چند سال باب شد. خب مطالعات بین رشته‌ای رو انجام رسوندم و بعد هم اما اقسام مدل‌ها رو تجربه کردم. یعنی نگید مدل سازی در علوم سیاسی نبود، استفاده از جداول نمودارهایی که
برای مخاطب کار رو راحت کنه نبود. خب این در سال 78 اصلا تصور ذهنی نداشتن، نه اساتید راهنمای من، نه مشاورمون من، یعنی هم آقای دکتر باوند، البته اساتید راهنمای من آقای دکتر سیدعلی اصغر کاظمی و آقای دکتر طاهری بودن، آقای دکتر افتخاری هم تشریف داشتن، داوران من آقای دکتر مقتدر، دکتر قوام، دکتر باوند، یعنی همه اساتید صاحب نام در این داوری بودن. و شما حساب کنید نه در اون زمان اینترنتی نبود، اطلاعات رو باید صفحه به صفحه، برگ به برگ، کتاب به کتاب باید. یعنی یک کار موندگاری که هنوز هم به نظر من قابل تجدید چاپ بدون کمتری، اصلا همینجوری میشه چاپ جدید رو منتشر کرد. حالا من به ملاحظاتی تحولات قومی در ایران، رساله دکترای من هستش زمینه‌ها و علل بروز بحران‌های قومی در ایران، ولی کتاب که منتشر شد تحولات قومی، چون واژه بحران‌ها حساسیت برانگیز بود، احتمال داده می‌شد مثلا کتاب تحولات قومی در ایران، مؤسسه مطالعات ملی. خب مستحضر هستید که من خب سالها در مؤسسه مطالعات ملی کار کردم. بله اتفاقا خواستم به همون برسم که شما توی دوره دکتری شاغل بودید دیگه. من نگاه کنید واقعیت اینه که هم شاغل بودم، هم بورس بودم، هم پول خودم و شهریه خودم رو خودم میدادم، اسمم بورس بود، ولی در قبال من در اصل، خب در اصل کارمند سازمان ثبت اسناد بودم و در این اسناد دانشجوی دکتری بودم و در این حال تو دانشگاه هم تدریس میکردم. دانشگاه هم ما رو به شرطی بورس کرده بود که پول نده، یعنی استثمار قرون وسطایی، و ما هم با علم و یقین به این که این و از ما تعهد هم گرفتم، گفتیم باشه اشکال نداره، ما بورس میشیم ولی پول نمیخواد. درنچتن من برای گذران زندگیم همزمان توی روزنامه ابرار کار میکردم، توی وزارت نفت، توی روابط بین المللش اون هفته نامه مشعل رو در واقع ما راه اندازی کردیم، چون قرار بود مثل همشهری بشه، وزارت نفت هم میخواست روزنامه در خط و اندازه همشهری منتشر کنه، امکانات رو هم آورد در طبقه سوم وزارت در واقع مستقرش کرد. آقای دکتر محمود دهخان هم معاون وزیر نفت، ما هم به سابقه اون در واقع اونجا بودیم، ولی بازم مثل همه جاها سخت کار میکردم. نتیجتا من در دوره دانشجویی خودم که همزمان دانشجو بودم، تدریس میکردم، تحصیل میکردم، کار میکردم تا گذران زندگی خودم رو انجام بدم، یعنی نتیجتا این وضعیت من بود. ازدواج نکردم در اون زمان؟ چرا، تازه ازدواج کردم، 72 ازدواج کردم، چون فراموش نکنم که والا خانم ها اساس هستن. من چرا، خب من در همون زمان هم یه ارتباطی رو آغاز کردم با مؤسسه مطالعات ملی. مؤسسه مطالعات ملی آگاهی زده بود که ما پژوهشگر می‌خوایم، رفتیم با اینا مصاحبه کردیم، مصاحبه کردم با من، از جمله مصاحبه گران الان براتون شاید جالب باشه، یکیش مهندس مشایی بود. عجب. مهندس مشایی، بله مهندس مشایی. حالا ملاحظه دیدم که خیلی وارد این مؤسسه نشیم، ولی ما هم در قالب یک نهادی که دغدغه ایران داره، من سعی کردم در اونجا کار کنم. اون فصلنامه مطالعات ملی رو من مدیر مسئول بودم و واقعیت اینه که کار کردیم، یعنی نکنید اولین مجله که گرید علمی پژوهشی بعداً دریافت کرد، من شبها خوابیدم صفحه به صفحه مجله رو 5 بار 10 بار خوندم تا این مجله مجله بشه. یعنی شما شماره 4, 5, 1, 2, 3 نگاه کنید، اصلا مجله در حد و اندازه بسیار متفاوت هستش. در کمک کردیم در راه اندازی در واقع به نوعی اسنامه مؤسسه مجموعه در واقع کمک کردم، و در واقع دوستانم به من لطف دارن، همچنان هم یه دفتری من در اونجا دارم، اگرچه الان معاونت پژوهشیش با خانم دکتر حیدری هست. بله. و خب من اونجا دوستان به من لطف دارن و همچنان من عضو تحریریه هستم، بعدها استعفا دادم از مدیر مسئولی، ولی همچنان عضو تحریریه هستم، دوستان به من لطف دارن. خب اتفاقا می‌خواستم بریم سراغ همین NGO ها و نهادهایی که شما توشون کار کردید یا مؤسس بودید، ولی قبلش میخوام بدونم که تجربه درس دادن براتون چطوری بود؟ مثلا سالهای اولی که استاد بودین، به اصطلاح تازه کار بودین، سخت بود؟ چالشی داشتین یا نداشتین؟ شاید من با قاطعیت بگم بهترین دوران تدریس من سالهای اولم بود. چرا، بچه‌ها بهتر بودن؟ یعنی هم خودم بهتر بودم، جوان‌تر بودم، آماده تر بودم برای اینکه خودم رو بروز کنم. من یادم نمیره
تقریبا وقتی قرار شد که من تدریس کنم تو دانشگاه، یه روز به من ساعت تقریبا 12 زنگ زدن که ساعت 2 تدریس داری. من اون زمان تو شریعتی می نشستم، دانشگاهمونم تقریبا میدون فردوسی بود. خلاص سریع اومدم درس تحولات رو تدریس کردم. من هر جا که به من پست و مسئولیت دادن سعی کردم به بهترین وجه انجام بدم. خب مستحضرید که خب تحولات رو شروع کردم. اون زمان کلاسای ما 60 نفر 70 نفر بودن دوره لیسانس، 70 نفر بودن دوره لیسانس. خب خیلی ها الان خب کاری رو دارم با اونها، مثلا خانم دکتر تیشیار جز دانشجویانی بود که در اون زمان خب من در دوره لیسانس از دانشجو کار میکشیدم، پژوهش میدادم، تحقیق میدادم، دونه به دونه سر کله میزدم و دانشجون واقعا راغب تر بود، علاقه من تر بود. هرچی که گذشت زمان، بعد گفتیم خب حالا مثلا سرمایه گذاری کردیم روی فوق لیسانس، بعد از مدتی رفتیم رو دکترا. واقعیت اینه که من دیگه حتی از دکترام گذشتم، یعنی اگه دستم بر بیاد اصلا دیگه به پژوهش، به دانشجو ببخشید حالت جسارت به دانشجویان مقامات بالاتر نشه، ولی واقعیت اینه که هم سطح من پایین اومد، هم توانایی من پایین اومد، هم ناتوانی من زیاد شد. خب دانشجویان دیگه اون دغدغه رو ندارن. این مدار همه چی کاسب کارانه شد، همه چیز تجاری شد، علمش هم تجاری شد، نشدن همون دغدغه نون شب رو داریم. البته من خدا رو شکر تلاشم برای اینه که همچنان تو حوزه خودم در حد بذات خودم باید بمونم. خیلی ممنونم. آیتون ما به حدوداً 20 دقیقه کمتر وقت داریم، چون گفتگو اینستاگرام لایوش دقیقاً یک ساعته، یک ساعت که بشه خودش گفتگو رو می‌بنده. به خاطر همین توی این یه رو 20 دقیقه می‌ذاریم بحثا رو خورده زودتر با هم پیش ببریم. یه خورده درباره تشکل‌ها و نهادهایی که حالا یا مؤسس بودید یا جزو اعضاش بودید در ابتدا، در مورد اینا واسمون بگید، مثلا انجمن علوم سیاسی ایران. درسته. دیگه کنید واقعیت اینه که من گفتم یه مقدار شم بازار رو دارم. یعنی متوجه میشم که بازار طالب چی هستش. میگم من بذار یه مثالی بزنم، شاید یه مقدار خیلی جالب نباشه ولی براتون میزنم، جز خاطرات منه که خیلی خاطره داشتم، چون من گفتم شاید احتمالا سوال کنید. من دانشجوی لیسانس بودم، رفتم خوابگاه. به ما ابتدای ترم بود به ما خوابگاه دادن. البته من خب مدت خوابگاه نبودم، طرفای میدان وسوخ خیابان گرگان که به صورت مستقل زندگی میکردیم، یه آپارتمان داشتیم 20,000 تومان پیش داده بودیم، 3,000 تومان فکر میکنم ماهیانه میدادیم، 3,000 تومان. اون زمان 600 تومان دانشگاه کمک هزینه میداد، پدر من هم به من 600 تومان میداد، دو تا برادر بودیم همزمان وارد شدیم دانشگاه، 1,200 تومان پدر من. زندگی میگذشت، اصلا ما هیچ وقت احساس مثلا مشکلات مالی، البته پدرم اونجی نبود، امکان داشت که امکانات مالی داشت، ولی با دست دلباز با ما برخورد نمی‌کرد. یعنی تلاشش بر این بود که ما با تلاش خودمون زندگی رو بچرخونیم. خیلی راحت‌تر میتونستیم، ولی این تعمد بود که زندگی بر ما خیلی راحت نباشه. که مثلا اون چیزی که یه مدار از حضور ذهن رفتم، حضور ذهن از دستم رفت، داشتم در مورد نهادها فرمودید توضیح میدادم. بله نهایتاً داشتم در مورد خاطره دانشجویی میگفتم. رفتم خوابگاه، به من خوابگاه دادن، یادم مسیر دور افتادم، خوابگاه دادن، رفتم تو خوابگاه، کفشمو در آوردم، دیدم خب دمپایی ندارم. خب یعنی چی دمپایی ندارم؟ پس اگر من دمپایی ندارم، تمامی دانشجویانی که الان میان خوابگاه دمپایی ندارن، درسته؟ پس دمپایی نیاز مبرمه. خب یه دانشجویی که دیگه از یکی از دوستان داشتن به نام آقای عباسی، فکر میکنم آقای عباسی، آقای اسماعیل عباسی، ایشون رشته ادبیات عرب میخوند و ازدواج کرده بود و ملاحظات مالی داشت. گفتم فلانی اهل کار هستی؟ گفت آره. گفتم پول از من، کار از تو. گفت چطور؟ گفتم من خب روام نمیشه که دمپایی بخرم بیام تو خوابگاه جلوی دخترها و فلان تو اون فضا جلوی دخترها خلاصه بفروشم، ولی خب تو ازدواج کردی مشکلی نداری. ما یه دوستی داشتیم به نام آقای ناصر نوروزی، این از این موتورهای، چون در واقع به لحاظ پا معلول بود، از این موتورهای سه چرخ داشت. موتورش گرفتیم اومدیم انقلاب، دمپایی خریدیم. دیگه من بهش واگذار کردم، خداحافظی کردم، اومدم تو اتاقم. یه نیم ساعت بعد دمپایی رو همه رو فروخت اومد. با برگشت گفتم چطور برگشتی؟ چیکار کردی دمپایی رو؟ گفت فروختم. گفتم همه رو فروختی؟ گفت آره. مثلا 100 جفت بود 200 جفت بود. بعد اومد پولو گفت خب این سهم من، این سهم تو. گفتم نه،
فقط اون پول اصلی منو به من برگردون، سودم مال خوده چون کار من نبودش. ولی میخوام بگم این نگاه، اینکه ما به چه چیزی نیاز داریم، این یکی از نکات مهمی بود. نشد من اولین بار تو مقطع فکر کنم دکترا بود، یه همایش انجمن جامعه شناسی در بابلسر مازندران برگزار کرد. رفتم اونجا خیلی غبطه خوردم، چطور علوم سیاسی ما نداره؟ من پدرم بازاری بود، حتی صنوف، حتی بازاری ها صنف دارن، صنف چه میدونم طلافروش ها، صنف بزاس ها، صنف نجار ها. چطور علوم سیاسی این مملکت این چنین بیارویاور، همه هم مدعی سیاست تو این مملکت. مثلا با همین دغدغه و بسیار به مشکلات از سال 81 شروع کردم. خیلی قبول نداشتن، خیلی من رو به رسمیت نمیشناختن، خیلی اصلا حاضر نبودن حتی کپی شناسنامه‌شون در اختیارم. خیلی فضای بی‌اعتمادی بود. من اگر بخوام بگم 70 من کاغذ میشه، ضمن اینکه خب من اون ارتباطات و نفوذ فعلی رو نداشتم. من یک تقریبا تازه فارغ التحصیل دکترا شده بودم، دکترا بعدم دانشگاه آزاد تدریس میکردم، نه نامی نه نشانی، بعدم میگفتم مدعی راه اندازیش هستم. حتی وزارت علوم هم که رفتم، خانم قدیمی، دکتر قدیمی که الان رئیس انجمن ترویج علم هست، گفت مقصودی قبل از شما خیلی اومدن برای تاسیس. حالا منم به شوخی گفتم حالا من مقصودی هستم، من خلاصه خیلی متفاوتم. حالا یه مقدارم بالاخره شروع کردم، ولی به مشکلات کار رو راه 19 نفر عضو هیئت مؤسس با خیلی ها صحبت کردم، بعضیا قبول کردن، بعضیا نکردن، بعضیا شرط و شروط گذاشتن، گفتم من شرط و شروط رو نمیتونم برآورده کنم. نهایتا با 19 نفر به توافق رسیدیم که من رفتم پیگیری تأسیسش رو انجام دادم. البته باز مزید اطلاعاتون بگم که سابقه انجمن علوم سیاسی به دهه 50 برمیگرده. انشالله اگر مراسمی باشه من در اونجا خدمتتون توضیح خواهم داد. من حتی الان یه سورپرایزم برای شما دارم. این کتاب هنوز دست کسی، یعنی هنوز، ولی این کتاب رو برای شما نشون میدم برای اینکه دوستان ما هم ذهنیت داشته باشن. نمیدونم حالا خوب نشون داده میشه یا نه. حروف برعکس میفته اگه بخونیدش. آها خب نمیدونم دیگه چیکار کرد. دیگه خودتون رو جلو بخونید. حالا این کتاب مثلا آره، انجمن علوم سیاسی و سیاست ورزی از اندیشه آرمان شهری تا واقع‌گرایی، بالای 500 صفحه است. آها 10 سال اول انجمن. آره یعنی ما قرار بود داریم که اسفند ما یه مراسم نکوداش داشته باشیم. بله. احتمالاً در جریان هستید. بله. حداقل 2-3 جلد کتاب رو نمایش داشتیم. یکی از کتابام همین بود. فعلا گذاشتیم که تا این کرونا تمام بشه ان شاء الله در خدمت باشیم. انجمن علوم سیاسی ما در سال 82 به نوعی رو اندازیش کردم. و بعد هم چون وقتم زیاد ندارید، بعدها خب انجمن علمی مطالعات صلح، بازم با همون نگاه نیاز، ضرورت های جامعه ایران. یعنی واقعیت اینه که من خودم به شخصه از منازعه و جنگ و درگیری خسته شدم. گاهی خانواده‌ام به من میگه، خانومم به من میگه هنوزم در مورد خشونت و جنگ و درگیری و بحران کار میکنی. واقعیت اینه که یه مقدار جامعه رو خسته دیدم. جامعه نیاز به صلح داره، نیاز به مصالحه داره، نیاز به گفتگو داره، نیاز به معامله داره، نیاز به سازش داره. سازش واژه بدی جلوه میکنه، ولی نه، سازش هم خیلی هم خوبه. داشتم مصالحه، گفتگو، مذاکره، معامله، دادن و گرفتن، داد و ستد. داشتم با این نگاه رفتم به سمت انجمن مطالعات صلح. خوشبختانه 5 سال از تاسیس این انجمن میگذره. انجمنی است که تقریبا داره در قد و قامت انجمن سیاسی ایران ظاهر میشه. خب من از همه دوستان دعوت میکنم بیان، چون سال دیگه دور دوم ما هم تمام میشه. همچنان که تجربه انجمن سیاسی بود، سعی کردم ساختارهای دموکراتیک رو ایجاد کنم، یعنی سعی کردم دموکراتیک عمل کنم. دموکراسی رو که اینقدر میگیم، درس میدیم، خودمون در عمل، در نهادسازی انجام برسونم. خب علاوه بر اون، خب فصلنامه مطالعات ملی، خود مؤسسه مطالعات ملی، پژوهشنامه علوم سیاسی، اینها جزء کارهایی بود که سعی کردم کار جمعی انجام بدم. حتی اون کتاب تحولات سیاسی اجتماعی، بله، کار بسیار موندگاری است. باز هم یکی از کارهای دیگه هم که خدمتتون باید نشون بدم ببینم میتونم پیداش کنم، یک کار موندگار دیگری است که انشالله اونم باید توی مراسم نکوتاشت انجمن رو نمایی بشه، و اون هم کتابی است تحت عنوان نقشه راه دانش سیاست در ایران. آها اینم قرار بود نقشه راه دانش اونجا، آره اصلا رفت چاپخونه، الان اینم رفت چاپخونه. نقشه راه دانش سیاست در ایران 35 تا یاد داشته، از آقای دکتر سرور قلم گرفته تا تاجیک، تا آقای دکتر سراج زاده، تا نعمت الله فاضلی، چقدر خوب، تا دکتر محسن خلیلی گرفته تا خیلی های دیگه. یک کار موندگاریه، اصلا یک کار عجیبیه. آره این اینم چون کار روحیه، کار جمعی شما خیلی برای من همیشه جالبه. یک کتابی هم دارید که
بیشتر برای درس تاریخ تحولات بچه های لیسانس میخونن که شما آقای زیبا کلام و چند نفر دیگه نوشتین، خیلی این روحیه اکتیو جمعی دارید که خیلی از استادای ما ندارن، بیشتر خیلی گوشه‌گیرن و خیلی اخموان و شما اینطوری نیستید. خب شاید من راز و رمز موفقیت من در کار جمعی باشه. هر کسی یه ویژگی داره. من شاید اگه بخوام ویژگی‌های خودم رو، اولا کاری رو شروع نمی‌کنم. ولی اگه شروع کردم حتما به اتمام می‌رسونم. به همین لطه امکان داره مثل آدمی که پشت خط مسابقه هی این پا اون پا می‌کنه، هی یه تکونی میده تا استارت، ولی اگر استارت زدم مطمئنا سعی می‌کنم به نتیجه برسونم. نتیجتاً تو همین راه اندازی انجام سیاسی یا همون کتاب، واقعیت این وقتی هم که شروع کردم مثلا کتاب تحولات رو، چون اومدم دیدم که کتابایی که ما تدریس می‌کردیم در درس تحولات کتاب آقای مدنی بود، جلال الدین مدنی بود که کتابی یک سویه بود، یا کتاب مرحوم آیت بود، یا کتابای خیلی ایدئولوژیک بود، من با همین ذهنیت که یک کتابی بنویسیم غیر ایدئولوژیک، یه مدار علمی کارو شروع کردم. و بعد هم که شروع کردم یه تعداد مقالات اومده بود و کارم متوجه شدم که خیلی سنگینه، ولی نه راه عقب داشتم، نه راه پس داشتم، نه راه پیش، باید انجام، چون تعهد داشتم به مقالات واصله. از طرفی نهایتا این رو به پیش بردم. خوشبختانه اون کتاب یکی از اون کتاب کارهای موندگاره. اگر میگم موندگاره چون کار من تنها نیست، درسته به اهتمام منه، ولی یک کار جمعیه که هر کدومشون قلم متفاوتی دارن، یعنی شاید 16 17 فصل داره که هر کدومش زیبایی خودش داره، از مدیر شانه‌چی دکتر زیبا کلام، از دکتر مرشدی زاد، هر کدوم خانم براهویی، هر کدوم از فصول به نظر من هنوزم جز کتابای موندگاره. و در این حال کتابی که بدونی که من خودم لانسش کنم الان چاپ 10 15 ام بوده باشه، چاپ 15 ام که منم حتی خیلی خبر ندارم. ببخشید. خب آیت به عنوان آخرین سوال، این سوالی که مخاطبان پرسیدن، چند نفرم تو کامنت ها گفتن، به هر حال شما الان دهه چهارم زندگیتون هست، یه فرد با تجربه هستید، در طول این سالها جاهای زیادی کار کردید، بودید، احتمالاً چند صد نفر، خیلی بیشتر از چند صد نفر دانشجو به خودتون دیدید و معلم بودید در طول این سالها دیگه. اگه بخواید به بچه‌های ما، مخصوصاً بچه‌های لیسانس، توصیه‌ای بکنید، حرف خاصی دارید که به اصطلاح جمع‌بندی گفتگوی ما هم باشه؟ قطعاً نکته دارم. من چون هیچ وابستگی سببی، نسبی، جناحی، حزبی، حمایتی، غیر حمایتی نداشتم، به پشتکار و استمرار کاری خیلی اعتقاد دارم. یعنی هیچ کاری در واقع با اراده انسان نشدنی نیست. اگر یک جایگاه، اگر یک ارزیابی شما از من دارید، این محصول پشتکار و استمرار کاریه. نکته دوم، من از همه دوستان میخوام حتما یه تمرکز بر یک حوزه خاص داشته باشن، از پراکنده کاری بپریزن. نهایتا اگر گفتیم آقای کلهرودی شما چی کار کردید، بتونید در رزومش بگید من این کار رو انجام دادم، نه 100 تا کار، یه کار رو درست انجام دادم. من تمرکز کاری رو قطعا تاکید میکنم. من خودم تمرکزم بر مطالعات قومیه، بر مسائل ایرانه. نگوید این مقدار متوجه شرایط اجتماعی سیاسی من مجبورم در مثلا حوزه زنان کار کنم، در حوزه هویت صلح کار کنم، ولی در حوزه تنوع و تکثر قومی تمرکزم هستش، یعنی من رو با این حوزه میشناسن. خب نکته دیگه‌ای که من شاید باید بگم، حتما دوستان دیگه هم گفتن، امروز روزی که باید با جهان ارتباط برقرار کرد. کسی که زبان‌های دیگر رو ندید، یک زبان، خب دوره ما واقعا شاید به این گونه نبود، امکانات به این گونه نبود، حتما نه یک زبان، حتما دو زبان، حتی زبان‌ها، الان زبان چینی، انگلیسی جای خودش، زبان‌هایی که چشم‌اندازی گفتم، یعنی بازار کار، بازار مخاطب، بازار مصرف، یعنی این رو باید دید. قطعا آینده از آن اقتصاد، یه بخشش اقتصاد چین در نورده خواهد شد. مثلا یادگیری مسلط، تسلط به دو سه تا زبان، خب پدرهایمون، پدرهای شماها این امکانات رو مهیا کردن برای دوستان. واقعیت اینه که ما این امکانات رو نداشتیم، نه اینکه نمیشد، میشد، پدرهای ما هم این امکانات رو میدادن، ولی اصلا این دغدغه ها نبود. ولی ما به عنوان پدرهای نسل جدید این امکانات رو در اختیار بچه‌هایمون قرار میدیم. به لحاظ آموزش، آموزش سرمایه کلان و دراز مدت هستش. مثلا من پشتکار و استمرار کاری، تاکید بر تمرکز به جای پراکندگی مطالعاتی، یادگیری نه یک زبان، دو زبان، سه زبان، اهداف بلندتر از پول ما
ملاحظات مالی رو در دستور کار قرار بدید. اگر اهداف برای ملاحظات انسانی، البته نه خیلی اینقدر آرمانگرایانه که دست نیافتنی باشه، در این حال یاد بگیریم که همیشه در حال یادگیری باشیم. من همین امروز، خب معمولا تو اینستاگرام نبودم، خب امروز آقای کلهرودی یه مدت با ما کار کرد تا ورود پیدا کنیم تو اینستاگرام، بتونیم بیشتر در خدمت دوستان. البته پسرهای من بر حذرم داشتن که بابا نرو که خلاصه درگیر میشی، اسیر میشی. و هر جام که رفتم کامل باید بیام دیگه. آره. ممنون از وقت و حوصله که داشتی و دوستان. ما ممنونم از طرف خانه اندیشمندان علوم انسانی ازتون تشکر میکنم. اینکه ما با یه آدمی که اینقدر اکتیو و تاثیر مثبتی بر رشته ما گذاشته این گفتگوها رو شروع کردیم، من به فال نیک میگیرم. امیدوارم که همینطوری گفتگوهای هفته‌های آیندهمون هم خوب باشه. ما هر یک شنبه گفتگو داریم. گفتگوی بعدیمون فکر میکنم به آقای دکتر اشتریان هست و آخریش هم به آقای دکتر کسرایی، فعلا این اساتیدی که تونستیم فیکس کنیم. به هر حال آقای دکتر مقصودی خیلی ازتون ممنونم. آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم و به خدا میسپارمتون. خیلی ممنون. خدا از شما. لطفاً.